بیپناه شاید در نگاه اول فیلمی با درون مایه مذهبی باشه که قصد داره با حضور آنا دی آرماس و کیاناریوس فروش خوبی داشته باشه، اما فیلم به شدت ضد مسیحیته و اصلا هم مورد توجه قرار نگرفت. I know he took money from dealers. He did more than that, but I don't want my Joey's name tarnished, okay? You owe him that much. داستان فیلم درباره یه مأمور پلیسه که دنبال کشف حقیقت درباره مرگ همکار خودشه و در این مسیر با زنی اهل آمریکای لاتین آشنا میشه که درگیر تجربیاتی عجیب شده. Yes, there's nothing there. Who else he got? Who killed Joey? Tell me the truth. I don't know. بازی کیاناریوز قابل قبوله، اما شخصیت پردازی اون به عنوان یه مأمور پلیس هیچ جزئیاتی نداره و تو کلیشه ها خلاصه میشه. آنا دی آرماس هم چیزی بیشتر از یه مقدار تعجب و گریه نیست. She knows what happened. What am I gonna do? Bring her in? She'll be dead in a week. This is it, man. How Ray asked me to death. They think he killed a cop. روند قصه‌گویی فیلم خوب پیش نمیره، هرچند که میتونه تا انتهای تعلیق نصف نیمه به وجود بیاره. البته زمانی که مقتولی هست و قاتلی نیست، به طور اوتوماتیک تعلیق به وجود میاد. اما فیلمنامه هم تونسته تا حدی کششی در پرداخت اتفاقات به وجود بیاره. You come into my house telling me that you're not going to go after his killer. You're pathetic. همونطور که قبلا گفتم، فیلم بی پرده مقابل اعتقادات میلیون ها مسیحی میسته و اسم فیلم هم در ابتدا قرار بود دختر خدا باشه که بعداً تغییر پیدا کرد به بی پناه. احتمالاً دلیل مورد اقبال قرار نگرفتن فیلم هم مسائل مذهبی باشه، وگرنه فیلم اونقدر هم بد نیست که مستحق این همه بیمهری باشه. خیلی مخلصم، خداحافظ. Almost. One more loose end.